الو، خواستیم از استودیو نریم که دیگه مجبور شدیم بیایم بریم. خب بدون فوتی وقت بریم سراغ کتاب. یه توضیح برای اونایی که جدید اومدن بدم. ما کتاب درسی رو، مسائل نه، صرفا حفظیات، فقط و فقط و فقط حفظیات رو از ابتدا تا انتها، یعنی اینجوری نیستش که بگم این نکته چرت و پرت نمیگیم، نه، هر جایی که احتمال سوال اومدنش هست، حتی سوال چرت و پرت، باز هم با هم یه بررسی میکنیم. البته جاهایی که نیاز به تحلیل داره خیلی خفن با هم یه تحلیلش رو هم انجام خواهیم داد. خب دوستای گل من، بریم با هم دیگه از فصل یک سال دهم هم شروع میکنیم، مرتب میریم صفحه اول کتاب درسی. این جزه در اختیارتون قرار میگیره بچه ها، یعنی اگر ننویسیدم ننوشتید توی کتابتون زیاد حالا مهم نیستش. خب بچه های عزیز دقت بکنیم لطفا، اینجا رو ببینیم، اینجا رو صفحه یک اون بچه های مطلبی گفته دانشمندان با آزمایش های گوناگون در تلاش برای یافتن پاسخ ورای فلان. آقا ببین اینجا رو یه دقیقه، شیمیدان ها با مطالعه خواص و رفتار ماده ها، یک دو، اولا این دوتا رو دقت بکنید، اولا این دوتا رو دقت بکنید، خیلی حواستون رو جمع بکنید، خیلی حواستون رو جمع کنید. اینم سه، پس سه تا مورد شد بچه ها، با مطالعه خواص، رفتار و همچنین برهم کنش نور با ماده، شد سه تا. اینجا رو حواستون بهش جمع باشه بچه ها. صفحه دومون دقت بکنیم، یه مطلبی هست تا الان توی کنکور مورد بررسی طراح قرار نگرفته. تو آزمونای آزمایشی معمولا طراحان آزمونای آزمایشی صحبت کنن در موردش، ولی خب تا الان تو کنکور ما ندیدیم. اومده یه مطلبی رو گفته آقا انسان ها همواره با پرسش هایی، با پرسش هایی میگه بچه، منظورش سه تا پرسشه. الان با هم یه میبینیم، دقت بکنید بهش. یکی اینکه آقا هستی چگونه پدید آمده است، یک، جوابش رو دقت بکنید، جوابش رو دقت بکنید. یه مسلمان پاسخ اولین پرسش که پرسش بسیار بزرگ و فلانه، در قلم رو علم تجربی نمی گنجد، دقت بکن. یهو دیدی اینو بهت دادن، یهو دیدی این مطلب رو بهت دادن، هستی چگونه وجود آمده است، میگه آقا این رو با تجربه علم تجربی میشه پاسخ داد یا نمیشه پاسخ داد. این اینجاست که میگه در قلم رو علم تجربی نمی گنجد، نمیشه پاسخ داد. سه تا پرسشه، قشنگ گوش کن، نیازی نیست همه رو حفظ کنی، حرفه ای ولد باش. یک، سه تا پرسشه، یکیش اینه که آقا هستی چگونه پدید میاد، اونو نمیشه با تجربه علم تجربی جواب داد، بررسیش کرد، این یک، خب نمیشه، یه مورد. دو تا پرسش دیگر رو میشه جواب داد، پس اینجوری حفظ کن، نه رو بشین مثل بختک بیفت رو کتاب درسی همه رو دونه بده فقط حفظ بکنی. پس سه تا پرسشه، پرسش اول که شد هستی که اینو نمیشه در قلم رو علم تجربی جواب داد، اما دو تای دیگر رو میشه جواب داد. پس لطفا حواسمون به این موردم باشه بچه، ببخشید جانم آقای حوزتی. بله چشم، ممنونم، مرسی، تشکر، چشم چشم چشم. آقای خوزاتی میفرماین که ظرفیت 3000 نفری کلاس پر شده، لطفا آپاراتو باز کنید، بچه ها خیلی منتظر آپاراتن، مرسی. خب عرضم به محضر که پس اینجا لطفا بهش دقت بکنید، حواستون به این داستان باشه. اما بچه ها بریم سراغ مطلب بعدی. تو این صفحه دیگه مطلب مهم میاد دیگه تا این سطر. این دو تا فضاپیمایی که ما داریم، لطفا این فضاپیما رو حواستون بهش باشه. این دو تا فضاپیما برای شناخت بیشتر سامانه خورشیدی بودن. پس یه مطلبی، دو تا فضاپیما بودن، ویجر 1 و 2، برای شناخت بیشتر سامانه خورشیدی بودن. ما دیگه خیلی نمیریم تو بحر داستان بخوایم تحلیلش بکنیم بچه‌ها. پس این مطلب لطفا حواستون بهش جمع باشه. تا اینکه میریم پایین شکل، از پایین شکل حالا یه مقدار نکات خوشگل تری میاد. میگه دو تا فضاپیما ماموریت داشتن با گذر از کنار سیاره های، آقا چهار تا سیاره داریم اینجا، این چهار تا سیاره رو بهش دقت بکن. اولا چهار تا سیاره از حواستون بهش جمع باشه. میگه آقا شناسنامه فیزیکی دقت بکنید، شناسنامه فیزیکی و شیمیایی اونا رو تهیه میکنه و ارسال میکنه. حالا اطلاعاتی که حاوی، حالا ببین اینجا رو بچه ها دقت بکن، یک، نوع عنصر سازنده، دو، ترکیب شیمیاشون تو اتمسفرشون، سه، ترکیب درصد این مواد. پس سه تا اطلاعات شد، یک و دو، سه تا. میریم ادامه داستان.
عنصر چگونه پدید آمدن و فلان، جمله به قول میگم پاراگراف پایینیش، یه مقدار فقط دقت بکنید اینجا چیز خاصی نداره، اما از این صفحه چرا نکات قشنگمون شروع میشه. ببینیم اینجا رو لطفا خود را بیازمایید. این صفحه اومده به ما این مطلب رو داده. نکته یک، دارم میگم خونه انجام بده. شما از رو این شکل باید اسم سیاره هاتون رو بلد باشید. اسم سیاره هاتون رو باید بلد باشید. دارم تاکید میکنم اسم سیاره ها به ترتیب باید بلد باشید. یک، دو، یعنی اگه بخواد سوال سنگین بده اینجوری میده ها، ترتیبش رو باید بلد باشید. این یک، این یک، دو، اللحاظ اندازه. جا خواهش میکنم، خواهش میکنم. بله اگر کسی میخواد یا مشکلی داره از این لینکی که پین کردم میتونه به صورت اشتباه ببینه. اگر اوکی عدد یک بفرستید چون تعداد زیاد انتقال لگین رو میده، حالا لینک رو گذاشتم هر کسی میخواد از اون کیفیت میتونه بالا پایین کنه به صورت اشتباه اینا بفرسته خطا شده. مرسی، ممنونم، زنده باشید، متشکرم. خب بچه ها ترتیب اینجا باید بلد باشید. دو، اندازه سیاره ها رو بهش دقت بکن. اندازه سیاره ها رو بهش دقت بکن. الان من دارم میگم، سریع رد میشم چون زمان نداریم، ولی شما انجام میدید، بعدم فیلم رو میبینید، این کار رو دونه به دونه انجام میدید. اندازه هاشون رو دقت بکن. من دیگه نمیام بگم که آقا زمین پنجمین سیاره از لحاظ اندازه است، یا نمیام اینو بهت بگم، اینو خودت باید انجام بدید. خب اما میایم میرسیم به یه ترتیبی که شما میدونید همیشه 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 و همیشه سوال داره. نو بلا استثنا همیشه سوال داری. یه مطلبی شما فقط کافیه که هشتای اولین و هشتای اولین رو بلد باشی. هر جور بخواد سوال بده باید دیگه میتونی بزنی. ببین میخواد تعداد نافلزا رو مقایسه کنه، تعداد فلزا رو مقایسه کنه، نه هم تعداد مثلا شبه فلزا رو مقایسه، همه رو داری. وقتی تو هشتایی و هشتایی اینو بلدی همه چی بلده. تستاش سخته. چرا؟ چون بعضیاتون با قرتی بازی حفظ میکنید، بعضیات نه با شعر حفظ میکنید. نداری من این چیزا. هشتای اول و هشتای اول نکته، هشتا رو بلد باش، بعد هر چی سوال بیاد همه رو میزنی، بهش دقت بکن. هشتای اولی و هشتای اولی رو حتما 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 حفظ باشید. بچه‌ها سوالاتی که پایین این خود را بیازمایید دارید حتما حل بکنید. چیزی نداره، چون هشت رو بلد باشید دیگه همه رو بقیه رو خودتون بلد هستید. فقط در مورد این دوتا سیاره هشت رو بلد باشید، علاوه بر این که این هشت رو حفظ میکنید ها. اینکه آقا هیچ عنصر توی زمین فراوانه بالای 50% نیست و توی مشتری هم فقط هیدروژنی که بالای 50% و حدود 90% بقیه همه زیر 50%. بعد هر چیز سوال بیاد راحت میتونید بزنید بچه ها. اما میایم اینجا میرسیم به یک صفحه بسیار مهم. این صفحه لطفا بهش دقت بکنید، حواستون رو بهش جمع بکنید، خیلی دقت بکنید بهش. یه دریافتید که نوع و میزان فراوانی عنصرها، ببین دقت بکن بهش، میگه در این دو تا سیاره متفاوته نوع و میزان فراوانیشون. این یه مطلب رو دقت بکنید بهش. ادامه داستان سطر سوم اولش یا عنصرها به صورت ناهمگون، من جای طراح تست باشم اینجوری میندازم تست رو، دقت بکن بهش. من اگر جای طراح تست باشم این کلمه رو میندازم به جای به صورت ناهمگون، میگم با فراوانی متفاوت. اوکیه، پس دینش هم حواستون بهش جمع باشه. عنصر را با فراوانی متفاوت پخش شدن در سرتاسر سیارم. ادامه داستانمون رو لطفا بهش دقت بکنید. میگه آقا سرآغاز کیهان، دقت بکنید بهش، میگه سرآغاز کیهان با انفجاری مهیب یا همون مهبانگ یا همون بیگ بنگ خودمون دیگه بچه ها همراه بوده است. میگه طی آن انرژی عظیمی آزاد شده، یعنی فرایند فرایندی گرماده بوده، فرند فرندی گرماده بوده. ادامه داستان رو بهش دقت بکنید. میگه در آن شرایط پس از پدید آمدن ذره های زیر اتمی، الکترون، نوترون و پروتون، بچه پوزیترون هم داریم شما نمیخونید، پس سه تا ذره زیر اتمی شد، الکترون، نوترون، پروتون. میگه عنصرهای هیدروژن و هلیوم پا به عرصه گذاشتن. پس اول ابتدا مهبانگ بوده، بعد هیدروژن بوده، بعد هلیوم بوده، رفته رفته سنگین تر میشه دیگه طبیعتاً. بچه‌ها ادامه داستانمون رو دقت بکنید لطفا. چیزایی که اینجا مهمه، میگه با گذشت زمان و کاهش دما، با
پس این حواستون بهش باشه. میگه گازهای هیدروژن و هلیوم متراکم میشه، یعنی فشرده میشود بچه ها، و مجموعه گاز به نام سحابی رو ایجاد میکنن. ترتیب اینا رو باید دقت بکنید بچه ها، ترتیب اینا رو باید دقت بکنید که اول کی بوده بعد کی بوده و فلان. بعدها این سحابه سبب پیدا شدن ستاره ها و کهکشانه ها میشود. بچه ها یه مطلبی، یک کلام بهت میگم گوش کنی منفعتشو سر جلس کن کنی میبینی، گوش نکنی ذرهشو میبینی. مراقب کلمه ستاره و سیاره باش، مراقب باش این دوتا رو به جای همدیگه نندازن توی سوالا براتون. به جای سیاره ستاره بگه، به جای ستاره سیاره بگه. خیلی حواستون به شم باشه. ادامه داستان ببینیم بدقیق اینجا رو بچه ها. این پرگراف که شما اینجا دارید کلا یه پرگراف مهمیه، خیلی حواستون رو بهش جمع کنید بچه ها. میگه ستاره ها متولد میشن، رشد میکنن، میمیرن، عین ما انسانان بچه ها. میگه مرگ ستاره با یک انفجار بزرگ همراه، سبب میشه عنصرها در فضا پخش بشن. اما پاراگراف پایینیشو دقت بکنید تا یه نکته ترکیبی بهتون بگم که برق از کلتون بپره. یه دقیقه بیا اینجا. درون ستاره ها همانند خورشید دما بسیار بالاست، واکنش های هسته ای رخ میده. واکنش های هسته ای رخ میده. نکته اول بچه ها، واکنش هسته ای هیدروژن رو اگه ازت نپرسه، مجاز واکنش هسته ای هلیوم رو ازت بپرسه. میدونی چرا؟ بذار بهت میگم، قشنگ گوش کن، قشنگ گوش کن ببین به چی میگم. فصل دو سال دهم، فصل دو سال دهم، بازارم میگم فصل دو سال دهمتون، واکنش هسته ای هلیوم، تشکیل هلیوم بچه ها بررسی شده. واکنش هسته ای تشکیل هلیوم بررسی شده از فصل دو سال دهمتون. حالا داستانش چیه؟ یه مطلبی اگه بخوام خیلی نکات ترکیبی بهت بگم، بیا با هم یه بررسی بکنیم. یک بچه ها، مقدار هلیوم قشنگوشون تا برات بنویسم. مقدار هلیوم توی هواکره، توی اتمسفرمون، توی هواکرمون و تو لایه تروپوسفرمون، ببینید جلو بچه ها، هلیوممون تو لایه تروپوسفرمون توی هواکره درصدش کمتر از 5-10 هزارم، حدودا 5-10 هزارم درصد بچه ها، حدود 5-10 هزارم درصد. کجا؟ توی هواکره. اما تو اعماق زمین، اما تو اعماق زمین درصدش به 7% هم میرسه در میدانهای گازی. حالا یه مطلب، هلیوم توسط یک واکنش هسته‌ای تولید میشود. از چی تولید میشه هلیوم؟ از سنگ معدن اورانیوم دار. از سنگ معدن اورانیوم دار تشکیل میشه. یعنی من طراح باشم بخوام خیلی دیگه همه چیز رو قاطی پاتی کنم تست بدم، دست میذارم رو هنچ چیزایی. بهش دقت بکنید، هلیوم تو هواست، درصدش تو هوا حدود 5000 درصده. این یک. دو، تو اعماق زمین، تو اعماق زمین کجا؟ توی سنگ معدن اورانیوم دار. حدود چند درصده تو میدانهای گازی؟ حدود 7%. از یه واکنش هسته‌ای تولید میشه. حالا اون واکنش هسته‌ای چیه؟ دقت بکنید بهش. اون واکنش هسته‌ای چیه؟ دقت بکن. گفتیم از سنگ معدن اورانیوم دار تشکیل میشه، یعنی اورانیوم میدهد توریوم به اضافه هلیوم. پس اینا حواست بهش جمع باشه، واکنش رو دقت بکن. بچه ها عدد جرمی 238 هلیوم که 4 طبیعتاً توریوم میشه بچه ها 234. عدد اتمیشون بچه ها 92، عرض و اثر که 90 و اینم چند بچه ها 2. پس دقت بکن. اینجا رو آوردم واکنش هسته یه هلیومی که گفته بود، من واکنش رو نوشتم از کجا؟ از هسته 2 سال دعاوتون. پس خیلی حواستون رو بهش جمع بکنید. اما عرضم به محضرتون که بریم سراغ ادامه داستان. ادامه داستانش رو حواستون بهش جمع باشه. ببینیم اینجا رو بچه ها اومده چی میگه. میگه که آقا واکنش هایی که
از عنصرهای سبکتر عنصرهای سنگینتر تشکیل میشن. پس این یه مطلب، اینو دقت بکنید بهش، این نکته اولمون حواستون بهش باشه. ادامه داستان میگه جالب بدونید دما و اندازه هر ستاره تعیین میکنه. چی دما و اندازه؟ پس 1 2 دما و اندازه هر ستاره، سیاره نها، ترا برات سیاره اندازه ها، ستاره تعیین میکنن که چه عنصرهایی باید در آن ستاره ساخته بشود. حالا ادامه داستان میگه هرچه دمای ستاره بیشتر باشه، شرایط تشکیل عنصرهای سنگین تر چیه بچه ها؟ فراهم هستش. اینو حواستون بهش باش. ادامه داستان رو دقت بکن بچه ها. ادامه داستان میگه چنین ستارگانی پس از چندین میلیون سال نورافشانی و گرمابخشی پایداریشو از دست میده، پایداریشو از دست میده، انفجاری مهیب داره. انفجار اتم های سنگین در سر تا سر گیتی چی میشه بچه ها؟ پراکنده میشه. بچه ها این ترتیب بسیار 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 مهم است. لطفا حواستون به این ترتیب باشه، چون نمیخوایم بحث با مسائل بشیم، برای همین اصلا پیوند با ریاضی و رابطه انیشتین رو هم بررسی نمی کنیم بچه ها. اما اصل کار من و شما تازه شروع میشه. یعنی جوابت میخوام نکاتی بهتون بگم که برید یه عمر فقط منو دعا بکنید بچه ها. حواسه شیش دوی به من. میگه آیا همه اتم های یک عنصر پایدارند؟ قشنگ گوش کن. میگه بررسی ها نشان میدهد که اغلب در یک نمونه طبیعی از عنصری معین اتم های سازنده جرم یکسان ندارند. یک، اولا دانش آموزی بتونه اینجا رو معنی بکنه، به نظر شخص خود من که خیلی مرده، خیلی 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 مرده. دقت بکنید یه دقیقه اینجا رو بچه ها. نکته اول، وقتی که یارو میگه که آقا بررسی ها نشان میدهد، یه لحظه آقا ببینیم اینجا رو میگه بررسی ها نشان میدهد. یه سوال، چه بررسی هایی؟ من جای تر را باشم اینو میندازم، تیف سنجی. دقت بکن بچه ها، تیف سنجی جرمی نه ها. اینو دقت بکنید، تیف سنجی نشان میدهد که اغلب در یک نمونه طبیعی از عنصری معین اتم های سازنده جرم یکسانی ندارن. این یعنی چی؟ یه لحظه وایسا بچه ها، من نگاه کن، من یه لطفی هم 70 کیلو، بغلم یه لطفی 75 کیلو، بغلم یه لطفی دیگه از 80 کیلو. ما هر سه از یه نوع عنصریم دیگه، هممون لطفی، خب ولی جرم یکسانی نداریم. حالا یه دقت کن، یعنی ما ایزوتوپ هم دیگه هستیم دیگه، خیلی ساده. خب اما یه دقت گوش کن اینجا رو. این میگه اغلب در یک نمونه طبیعی اتم های سازنده جرم یکسان ندارن. یعنی چی؟ یعنی اغلب عنصرها اینجوری هن که چند تا جرم یکسانی ندارن. یعنی چی؟ یعنی اغلب عنصرها ایزوتوپ دارن، نه همه عنصرها. این نکته رو دقت بکنید بهش، حواستون بهش جمع باشه. پس نکته یک، اغلب عنصرها تاکید کنم، اغلب عنصرها ایزوتوپ دارن، نه همه عنصرها. پس این جمله کتاب یک جمله بسیار 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 به قول میگم نکته های پنهانی داشت. بهش دقت بکنید، خیلی حواستون بهش جمع باشه. پس یه مطلبی جدال تنور رو در نظر بگیرید، اغلب اون عنصرها ایزوتوپ دارن، همشون ایزوتوپ ندارن. این جمله کتاب همین رو داره میگه. ادامه داستان رو بریم بچه ها. میگه برای نمونه منیزیم ایزوتوپ داره و فلان، که بهش میگن هممکان یا ایزوتوپ. مراقب باشید بچه ها، مراقب باشید، با آلوتروپ اشتباه نگیرید. ایزوتوپ رو با آلوتروپ اشتباه نگیرید. اون آلوتروپه اسم دیگه چیه بچه ها؟ دیگر شکله. آلوتروپ یا دیگر شکل، این ایزوتوپه، هم مکان، ربطی هم به هم دیگه نداره. این یه معقوله دیگه است، اونم یه معقوله دیگه است، ربطی هم به هم دیگه نداره. ادامه داستان رو ببینیم. یه دونه شکل داریم اینجا بچه ها، نوار منیزیم. گوش کن منو ببین به چی میگم، حواستون جمع. دو تا نکته خفن از اینجا باید بردارید. نکته خفن هم ببین، دو تا خفن ها، قشنگ گوش کن. ببین یه دقیقه اینجا رو بچه ها، قشنگ گوش کن. نکته خفن اول اینه که آقا شما تعداد رو نگاه کنید اینجا. ببین تعداد رو نگاه کنید اینجا. توی بحث این تعداد بچه ها،
فراوانی 24 از همه بیشتره، فراوانی 24 از همه بیشتره، بعد فراوانی 26 که بیشتره نه 25. اینو دقت کن، آخر سر 25. پس نکته اول آقا فراوانی 24 از همه بیشتره، بعد 26، بعد 25، نه اینکه حتما به ترتیب باشه. اینو نکته اول دقت کنید. نکته دوم قشنگ گوش کن. یک، بچه ها فصل دو سال دهم یه نکته خوندیم، منیزیوم یه جا با اکسیژن واکنش داده، اکسایش داده، یه جا با اکسیژن واکنش داده سوختن شده. بچه ها یه جا اکسایش داده، یه جا سوختن شده. منو نگاه کن، منیزیوم بعضی وقتا با اکسیژن واکنش میده اکسایش پیدا میکنه، یه جا با اکسیژن واکنش میده سوختن میشه. فراورده جفتشون هم یکیه. حالا سوال، کی سوختن میشد کی اکسایش میشد؟ اگر بیاد بگه نوار منیزیو، بگه نوار منیزیو، واکنش میشه واکنش سوختن. اما اگر بگه قطعه منیزیو، به قطعه منیزیو، اون موقع واکنش میشه واکنش اکسایش، دیگه واکنش سوختن نیست. حالا یه سوال بپرسم، بیاد بگه که آقا تو این شکل من اگر اینجا این منیزیوم رو، این منیزیوم رو در حضور اکسیژن کافی و خالص یه جرقه بزنم، اینجا کورشش سوختن میشه یا اکسایش میشه؟ بچه ها سوختن میشه، آفرین. چرا؟ چون به صورت نوار هستش. پس حواس رو جمع کن، شکل ها و مطالب فصل یک دهم با فصل دو دهم بسیار قابل ترکیبه ها، خیلی حواستون بهش جمع باشه. این از این. عرضم به مسائلتون که بچه ها چون مسائل وارد نمیشم، اما بیایم یه نکته خیلی خفن بهت بگم، بیایم یه نکته خیلی خفن بهت بگم، خیلی نکته مشتی بهت بگم. یه دقیقه بیا اینجا بچه ها. میگه ایزوتوپ های یک عنصر دارای ضد یکسان اما آیه متفاوتن. میشه یه سوال از شما بپرسم؟ یه سوال بچه ها، ضد تعداد چی رو نشون میده؟ بچه ها ضد تعداد چی رو نشون میده؟ تعداد پروتون، درسته؟ زد تعداد پروتون. آفرین، آفرین به همتون، آفرین به همتون. حالا یه دقیقه قشنگ گوش کن بهم، بچین قشنگ گوش کن بهم بچین. من نگاه، من نواخ میگه ایزوتوپ یک عنصر زد یکسان آی متفاوت خواص شیمیایی اتم. ببین خواص شیمیایی اتم های هر عنصر به عدد اتمی زد وابسته است. یه سوال بپرسم بچه ها، یعنی خواص شیمیایی وابسته به عدد اتمیه، وابسته عدد اتمیه، یعنی خواص شیمیایی وابسته به تعداد، وابسته به تعداد، تعداد، تعداد. آفرین. اونایی که دانش آموزان بودن فهمیدن چیه. من وقتی بهتون میگم آفرین همتون درست گفتید، یعنی آفرین همتون گند زدید. چرا؟ یه دقیقه بیا یک چیزی بهت بگم. آقا اگر منظور طراح ضد یکسان، منظورش از ضد یکسان پروتون یکسان بود، مطمئن باش مینوشت تعداد پروتون یکسان. اگر منظورش از اینکه خواص شیمیایی وابسته به ضد، اگه منظورش پروتون بود، مطمئن باش مینوشت پروتون. یه سوال پرسم از شما، من نگاه کن بچه ها، تو اتم خونسا، اتم خونسا، من یه ایزوتوپ ایشونم، من ایزوتوپ ایشونم. یه سوال بچه ها، مگه عدد اتمی ما یکسان نیست؟ عدد اتمی وقتی که عنصر خونسای نشوندنده تعداد چی با چیه؟ پروتون و الکترونه، درسته؟ نشوندنده تعداد پروتون و الکترونه. پس یه مطلبی، چرا نویسنده کتاب درسی اینجا ننوشته تعداد پروتون؟ چون منظورش جمع پروتون و الکترونه. پس اینجا منظور از زد پروتون و الکترونه، یعنی بیا اینجا خواص شیمیایی وابسته به پروتون و الکترونه، نه فقط پروتون. یعنی چی؟ یعنی اگه فرد روزی بیاد توی سر جلسه کنکور بیاد بهت بگه که آقا خواص شیمیایی رو پروتون تعیین میکنه، غلطه، پروتون و الکترون تعیین میکنن. بس خیلی حواست رو بهش جمع بکن، خیلی حواست رو بهش جمع بکن. اینو داشته باشیم تا اینجا. پوریا نه، یکی دیگه بود. پوریا حتما هم الکترون در نظر میگیرن، حتما. خب بریم ادامه داستان. قشنگ گوش کن ببین به چی میگم. آقا یه مطلب خواص شیمیایی رو پروتون و الکترون تعیین میکنن، خواص فیزیکی رو
خواص فیزیکی رو حل بچه ها حل بچه ها خیلی بهش دقت کنید. آه این دوتا اینم دقت بکنید مثل چگانی اینو خیلی حواس بشن باشن. حالا مثال یه مثال بزنم بچه یه سوال به نظرتون من آقای قضاتی ایزوتوپ هم دیگه میتونیم باشیم؟ من و آقای قضاتی ایزوتوپ هم دیگه میتونیم باشیم؟ نه درود به شرفتون که میفهمید چرا نه. من یه رون آقای قضاتی هم نیستم. چرا؟ آفرین 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 آفرین. اصلا وابسته به جر من اصلا به حالا قشنگ گوش کن به چی میگم. یه مطلبی قشنگ گوش کن حواس جمع بشه. من با یه اسیدی واکنش میدم، ایزوتوپ منم با اسید واکنش میده، منم با یه اسید واکنش میدم، ایزوتوپ منم با یه اسید واکنش میده. بچه یه سوال بپرسم، خب ما دوتا ایزوتوپ هم دیگه، من با اسید واکنش میدم، این ایزوتوپ من با اسید واکنش میده، همه چی هم یکسانه، فقط ایشون ایزوتوپ منم. یه سوال میگه سرعت کی بیشتره؟ بچه سوال سرعت وابسته یه سوال جز خواص فیزیکی یا شیمیایی؟ اینو میشه به من بگید؟ آفرین جز خواص شیمیاییه. چرا؟ چون وابسته به الکترون های لایه ظرفیت. درسته؟ چون وابسته به الکترون لایه ظرفیت پس جز خواص چیه بچه‌ها؟ حالا یه سوال خواص شیمیایی دو تا ایزوتوپ با هم دیگه چیه بچه‌ها؟ یکسانه دیگه. پس سرعتاشون هم با هم دیگه چیه؟ یکسان. مثلا میگه آقای قضاتی با ایزوتوپش هر دوتا با اسید واکنش میدن، سرعتشون با هم دیگه چیه؟ برابر، اگر مقدارشون با هم دیگه برابر باشه. پس اینم لطفا حواستون بهش جمع باشه. میریم مطلب بعدی. یه با هم بیاندیشیم داریم که به نظر من یکی از نکات بسیار مهمه. چرا؟ قشنگ دقت بکنید بچه ها، ایزوتوپ های ساختگی و طبیعی رو ازت میپرسه اینجا. ایزوتوپ های ساختگی و طبیعی رو اینجا ازت میپرسه، پایدار ناپایدار رو ازت میپرسه. بس دو حالته، ایزوتوپ های ساختگی رو ازت میپرسه و طبیعی، ساختگی و طبیعی رو ازت میپرسه، ساختگی و طبیعی رو ازت میپرسه، پایدار و ناپایدار رو ازت میپرسه. پس این قسمتش رو خیلی حواست بهش جمع بشه. یک دو آقا ترتیب پایداری رو هم بلد باشی. بچه ها طبیعتاً بتب اینو بلدی که بچه ها از اینایی که هستن فراوانی از همه بیشتر حاشیه کو یکه، یعنی میذارم یک، بعد حاشیه کو دوه، بعد هاش یک و سه، بعد هاش یک و بفرمایید بچه ها بفرمایید بعد سه کیه بچه ها؟ درود بر شما. دیگه عدد رو نگاه کن بگو دیگه بچه ها، این میشه چهار. بعدی کیه بچه ها؟ بله به ترتیب بعدش میره، این شیشه و این هفته. پس بچه ها ترتیب دقت بکنید، پایداریش هم حواستون بهش جمع باشه، خیلی بهش جمع باشه بچه ها. اول یک، بعد دو، بعد سه، بعد پنج و شیش و هفت، آخر سر چیه بچه ها؟ چهاره. پس از اینجا هم اینو خیلی حواستون بهش جمع باشه، لطفا بهش دقت بکنید. اما بچه ها برگردیم سراغ عرضم محضرتون که ادامه بحثمون، ادامه داستانمون، تعریف نیمه عمر اینجاست بچه ها. تعریف نیمه عمر اینجاست. میگه نیمه عمر هر ایزوتوپ نشون میده تا چه اندازه چیه بچه ها پایدار هستش. پس اینو حواسمون لطفا به جمع باشه. میگه بچه ها هسته‌ی ببین بعضی از این سوالایی که میپرسه خودش یه نکته است، دقت بکنید بهش. میگه هسته ایزوتوپ های ناپایدار ماندگار نیست. ببین خودش یه نکته رو داره بیان میکنه، با گذشت زمان متلاشی میشه. این ایزوتوپ ها پرتوزا هستن، داره تاکید میکنه بچه ها، پرتوزا هستن. خیلی افزون بشه میشه. اغلب بر سر تلاشی افزون بر ذرهای پر انرژی، مقدار زیادی انرژی هم آزاد میکنن. یه این طبق اون رابطه بچه ها ای مساوی ام سی دو قابل محاسبه هستش. پس حواستون به این جمع شه. آره آخری هفته من چی نوشتم؟ ببخشید خیلی عذرخواهی میکنم. درسته 4 و 5 ببخشید 6 و 7 بله راست. خب آقا بیایم اینجا،
اینو فهمیدی، اما یه جمله بسیار مهم داری پشتندش، جمله بسیار مهم، دقت بکنیم اینجا رو بچه ها. یه تعریف داری اینجا اومده میگه اغلب هستایی که نسبت شمار نوترون ها به پروتون ها برابر یا بیش از 1.5 باشه ناپایدارن بچه ها، با گذشت زمان متلاشی میشن. پس اینو حواسمون لطفا بهش جمع شه. دقت بکنید، دقت بکنید، نسبت نوترون به پروتون، نسبت نوترون به پروتون برابر یا بیشتر از 1.5 باشه پرتوزا هستن. رادیو ایزوتوپا رو دقت بکنید، میگه اگه ایزوتوپای پرتوزا و ناپایدار رادیو ایزوتوپ نامیده بشه، که همینجا همین خودش دوباره چیه بچه ها؟ الاشته است. پس خیلی حواستون بهش جمع بشه، خیلی بهش دقت بکنید. تکنسیوم جلوتر میخوایم بگیم دوست از اجازه بده، تکنسیوم هم نرسید. آقا تعریف درصد فراوانی رو از متن کتاب درسی میتونی برداری؟ یعنی کرا میتونه قشنگ تعریف درصد فراوانی رو برداره. میگه درصد فراوانی هر ایزوتوپ در طبیعت نشوندهنده پایداریشه، نشوندهنده پایداریشه. دقت بکنید بچه ها بهش، پایداری ایزوتوپه. پس لطفا حواستون خیلی بهش جمع باشه، دقت بکنید بهش. اما میرسیم به این شکل، از این شکل هم سوالای مهمی میتونن بردارن. یه دقیقه دقت بکنید، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5، 50 تا از بچه ها 50 تا به ما بچه ها عنصر لیتیوم داده، که از این 50 تا 1 2 3 تاش، یعنی بچه ها دقت بکنیم 3/50 یعنی چند درصد بچه ها؟ 6%. مابقی بچه ها 47/50 یعنی چند درصد بچه ها؟ 94%. پس یه مطلبی بچه ها 6%ش لیتیوم 6ه، اما 94%ش لیتیوم 7ه. پس 90 دقت کنید بچه ها، 94%ش لیتیوم 7ه، 6%ش لیتیوم 6ه. پس اینو بهش دقت بکن، سنگین تره، بله دقیقا سوار سنگین تره، پایدار تره. پس اینو حواستون بهش جمع بشه. از این شکل هم خب تو آزمون های آزمایشی مثل قلمچینه خیلی سوال میدن. میرسیم به یک تیتر بسیار مهم، که تکنسیوم نخستین عنصر ساخت بشر. یه دقیقه بیا اینجا ببین به چی میگم. قشنگ گوشونه در اینجا رو، میگه 118 عنصر شناخته شده. پس یه مطلبی توی نظام جدید اینو گفته، میگه آقا 118 عنصر شناخته شده، تو نظام قدیم اینو نمیگفت، توی نظام جدید چون جدولمون تکمیل شده میگه 118 عنصر چی؟ شناخته شده. میگه تنها 92 تا عنصر در طبیعت یافت میشه، طبیعیه. یه مطلبی میدونی من جای طراح باشم چی کار میکنم؟ عمرن این 92 تا عنصر رو ندم، بیام درصدش رو بدم بچه ها، دست رو درصدش میذارم. بچه یه سوال، 92 تا از 118 تا چند درصده بچه ها؟ آفرین، 78%. و میگه که بچه ها 26 تاش ساختگی هم، 26 تا ساختگی هستن، یعنی چند درصد بچه ها؟ 22%. پس اینو لطفا بهش دقت بکنیم، حواسمون بهش جمع باشه. خیلی 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 بهش دقت بکنید، خیلی 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 حواستون رو بهش جمع بکنید بچه ها. عرضم به محضرتون که بریم ادامه داستان. ببینیم اینجا میگه شیمیدان ها همواره با یافتن کاربورت های منحصر به فرد هر عنصر فلان، یه تکنسیوم، اینجا بعد داستان تکنسیوم شروع میشه بچه ها. یه تکنسیوم نخستین عنصری بود که در واکنشگاه یا همون رئاکتورهای هسته‌ای ساخته شد. این رادیو ایزوتوپ چون ببین داره میگه ساخته شد، حرف توی ساخته شدنه، پس این ساختگیه، ساخته دسته چیه بچه ها؟ بشره. اینو بهش دقت بکنید، حواستون بهش خیلی خیلی جمع باشه، اینو تا اینجا داشته باشید، این شکلتون رو لطفا حواستون بهش جمع باشه. ادامه داستان بچه ها، دو تا شکل دارید، یکی پروانه ایه، اونی که پروانه ایه سالمه بچه ها، اونی که غیر پروانه ایه ناسالمه بچه ها. پس هم لطفا حواستون بهش جمع باشه. اما بریم یک دو تا نکته مهم رو بررسی بکنیم. ببینیم اینجا لطفا متن زیرش اومده میگه همه تکنسیوم موجود در جهان باید به طور مساوی، این همه رو دقت کن، این قید رو به پایه ده بچه، قید و حواست بهش جمع باشه بچه ها. میگه باید به طور مصنوعی، به طور مساوی ساختگی و باعث از واکنش های هسته ای ساخته بشه.
زمان ماندگاریشون کمه، زمان ما نیمه عمرشون یعنی زمان ماندگاریشون، زمان ماندگاریشون کمه و نمیتوان مقادیر زیادی فلان فلان. حالا اینا رو توی خونه خودتون بررسی کنید. بچه یه پرگراف بی نهایت مهم داریم، یعنی از اوناست که احتمال اومدن تست ازش بالای 70%. اوکی اینو دقت کنید جانم، زنده باشید. مرسی، یک دنیا ممنونم. نه زنده باشید، الان میام خدمتتون. مرسی، نه الان میام خدمتتون، بزرگوار شما. مرسی. خب دوستان گل، میریم بچه ها پایینش. این پاراگراف فوق العاده پاراگراف مهمیه، دقت بکنید بهش. اومده میگه بچه ها اورانیوم شناخته شده ترین فلز پرتوزاست. پس یه مطلبی، دو تا اصطلاح دیدیم، یکی نخستین بود بچه ها، یکی شناخته شده ترین بود. این دوتا رو دقت بکنید بچه ها بهش. نخستین گفت برمیگرده به تکنسیوم، اما شناخته شده ترین پرتوزا گفت برمیگرده به چی بچه ها؟ اورانیوم. خیلی حواستون رو بهش جمع بکنید، خیلی حواستون رو بهش جمع کنید. پس یه بار دیگه بگم بچه ها، بحث نخستین پرتوزا گفت تکنسیوم، شناخته شده ترین گفت بچه ها، دقت بکنید در مورد اورانیوم داره صحبت میکنه. الان یه مطلبی رو بهتون بگم دقت. میگه یکی از ایزوتوپ های اورانیوم، میگه این اورانیوم چندین و چند ایزوتوپ، دقت کن چندین و چند ایزوتوپ، یکی از ایزوتوپاش، یکی از اون چند تا ایزوتوپ، ببین داره فرض می فرض کردن که بلدی، فرض کن مثلا اورانیوم 5 تا ایزوتوپ داره، یکی از ایزوتوپاش، یه دونه مثلا از اون 5 تا مثال، یکی از اون ایزوتوپ ها، یکی از اون ایزوتوپ ها اغلب به عنوان سوخت در راکتورهای اتمی به کار میره. یعنی این دقت کنید، یعنی چی؟ یعنی از اون 5 تایی که داری، اولا هر 5 تا نه، یه دونش فقط یه دونش، اونم نه همیشه اغلب. قید اغلب رو دقت بکنید. من یه جزئه قید دارم، تونستید اونو گیر بیارید از محسن اینو، اونم بخونید حتما، اون قید خیلی کمکتون میکنه بچه ها. اصلا جزء قیده، قشن اسمش جزء قیده. خب ببینیم اینجا رو بچه ها، پایین شکلتون یه توضیح داده خودش یه نکته است، یکی از کاربردهای مواد پرتوزا استفاده اونا در تولید انرژی الکتریکیه. من یه نکته میگم، اینو از من نشینده بگیر. گفته یکی از کاربردهای مواد پرتوزا بجز تکنسیوم، اینو از من نشینده بگیر، بجز تکنسیوم، دقت کنید بشه. اما بیایم اینجا بچه ها قشنگ گوش کنید. دوستان میفرمایید آقا دلیلش چیه؟ چیز خیلی واضحه، طول عمرش وحشتناک پایینه. بله دنیا دقیقا طول عمرشه. خب اما ادامه داستانمون رو دقت بکنید، حواستون بهش جمع بشه. میگه این ایزوتوپ اورانیوم 235. پس یه مطلبی، اورانیوم چند تا ایزوتوپ داره؟ یکی از ایزوتوپ‌هاش اغلب فلان جا استفاده میشه، اغلب. اون کیه بچه ها؟ اورانیوم 235. میگه فراوانیان در مخلوط طبیعی از 0.7% کمتره. یه مطلبی، من جای طراح کنکور باشم اینجوری میدم، میگم فراوانی اورانیوم 235 در مخلوط طبیعی از 0.007 کمتر است. کاملا درسته، از 0.007 واحد کمتره. چرا؟ قشنگ دقت کن، 0.7% همون 0.007 واحده بچه ها. پس لطفا حواستون رو بهش جمع کنید، خیلی هم تون رو بهش جمع بکنید. بریم ادامه داستانمون رو ببینیم بچه ها، لطفا قشنگ دقت بکنید بهش، لطفا حواستون رو جمع بکنید بهش. میگه دانشمندان هسته‌ای ایران با تلاش بسیار موفق شدن مقدار آن را در مخلوط ایزوتوپ های این عنصر منظورش بچه ها اورانیوم 235 افزایش بدن. به این فرآیند غنی‌سازی ایزوتوپی گفته میشه، حواستون بهش باشه.
فرایندی که یکی از مراحل مهم چرخه تولید سوخت هسته‌ایه بچه ها. پس اون لطفا حواستون بهش جمع باشه. اما بریم پایین تر، دو تا شکل داریم بچه ها. از من پیر میشنوی اینو بهت میگم که دوست عزیز، دوست خوب من، اینجا رو حواست به شکلا باشه. یه رادیو ایزوتوپی از فوسفور دقیقا شکل رو میدن بهت میندازن، رادیو ایزوتوپی از تکنسیوم. خب بیایم اینجا آقای لطفی، این آیا میدانید؟ آیا اینم بخونیم؟ هزار بار بهت میگم، بازم دارم بهت میگم، از مطلب مستقیم تو کتاب نیست، دو سال تو نظام جدید سوال دادن به اسم محدود کننده. محدود کننده دو سال هم نداشت هم نداره، سوال بود، سوال کنکور بود. از امشب میخوام یکیشم حل بکنیم دیگه، کنکور نقدیم دیگه. اینی که دیگه تو خود کتاب درسی که دیگه شر رو شر سوال میدن ازش، دقت بکنید. آقا ببینیم اینجا رو میگه Fe59 یه رادیو ایزوتوپه، در تصویر برداری از دستگاه گردش و خون به کار میره، زیرا یونهای آن در ساختار هموگلوبین وجود داره. پس لطفا بهش دقت کن. نکته یک، نکته دو، چون بحث آهن شد بیا اینو من بهت بگم بچه، نگم میونه تو دلم. ببین یه دقیقه یه سوال. اولا بچه شما افی رو با چه جرمی میشناسید؟ شما افی رو با چه جرمی میشناسید؟ نه اول من بگید جرمش. آفرین 56. یه مطلبی بچه ها اینو بدونید، افی سه تا ایزوتوپ داره 56 داره. دقت کن 56 داره، 56 داره، 57 داره، 54 داره. یه بار دیگه 54، 56، 57، یه دونش هم 59 که این رادیو ایزوتوپه، میشه 4 تا. پس 3 تا ایزوتوپ داره، 54، 56، 57، یه دونم 59 داره که این رادیو ایزوتوپه. شد چند تا ایزوتوپ؟ 4 تا ایزوتوپ که یه دونش رادیو ایزوتوپه. حالا یه نکته بهت بگم، چون یادم افتاد تو فصل 2/10 یه نکته فوق‌العاده مهمه. بچه‌ها میدونید آهن دو تا یون داره، دوباره مثبت داره و سه بار مثبت. بچه‌ها یه سوال بپرسم، کدوم یکیش پایدارتره، دوباره مثبتش یا سه بار مثبتش؟ جواب سه بار مثبتش. علت بچه‌ها دوباره مثبت اش میره میشه دیشی، اما سه بار مثبتش استو میره، یه دونه دی میره میشه دی 5. درسته بچه‌ها؟ میشه دی 5. آقا یه مطلبی، دی 5 نیمه پره، چون نیمه پره نسبت به اینی که اشغال شده پایدارتره. پس خیلی حواستون بهش جمع باشه حاج پوریا. خیلی خب، پس لطفا دقت کن. مرسی امیر حسین جان عزیزم. خب بریم ادامه داستان، لطفا دقت بکنیم اینجا رو بچه ها. میگه پسماند راکتورهای اتمی هنوز خاصیت پرتوزایی دارن و خطرناکن، از این رو دفع و جمله چالش های صنایع هسته‌ای. یه جمله حفظی، حواستون بهش جمع باشه بچه ها، دقت بکنید بهش، خالی از لطف نیستش بچه ها. اما عرضم به محضرتون که یه مطلبی بچه ها، من دیدم یه 70-80 نفر سوال پرسن آقا لطفی شما گفتی اینجا 4 تا توپ داره، کدوم یکی پایدارتره؟ میشه یه سوال از شما بپرسم؟ و یه سوال پرسن، میگم افی 54 داریم، 56 داریم، 57 داریم، 59 داریم، بچه به کدوم شکل میبینید شما توی مثلا سوالات و مسائل تو طبیعی به چه شکل میبینید؟ 56، پس کدوم یکی پایدارتره؟ خیلی واضحه دیگه بچه. خب آقا عرضم به محضرتون که ما 8 صفحه از کتاب رو بررسی کردیم. خب مشکل نداره پوریا، باشه، ناپایدار دیگه، مجبور از بین بره، گرفتی شو؟ 56 ناپایداره، مجبور از بین بره، نمیمونه که. کمترین فراوانی هم مربوط همون 54. خب یه مطلب بهتون بگم، وایس طرفم تموم نشد بچه ها. فصل 1/10 رو تو دو قسمت میگیم، تو دو پارت، یه پارتش الان که با هم گفت کردیم، یه پارتش هم فردا شبه. تا فردا شب چی کار میکنید؟ الان اینا رو دیدید؟ اینا الان میاد توی کانال جهشینو.
خب این الان میاد کل جایشینو ور میداری، چیزایی که بهت گفتم رو یه دور روخونی میکنی، یه دور مرور میکنی، روخونی میکنی. خب از خود کتاب ها نری، کتاب کمک آموزشی، از خود کتاب درسی روخونی میکنی بچه ها، یه دور روخونی میکنی، نکاتی هم که گفتم و حواست به این نکات باشه. این از این. توی کانالم هم جزه قیدها رو براتون میذارم بچه ها، کانالم هم اونایی که ندارن داشته باشید بچه ها. کانالم چی بود؟ واقعا نمیدونم. ببینیم اینجا رو امیر لطفی کمیست. خب اینم توی کانال براتون میذارم بچه ها، اینم توی کانال براتون. دیت ها رو از تو کانال میتونید بردارید، این جزه رو از تو کانال جهشینو بردارید، کانال جهشینو. بذار فیلم آفلاینش هم نمیدونم، من در جریان نیستم. آره. خب زنده باشید، آفلاینش رو نمیدونم. خب بچه ها فصل یک سال دهم توی دو پارت، یه پارتش امشب بود، یه پارتش فردا شب. بچه ها فردا شب فصل یک دهم رو تمام میکنیم. الان ساعت تو در 10:30، ساعت 11 رأس 11 تحلیل کنکور سراسری خارج باشه داخل کشور سال 99 رو با هم دیگه داریم. غیبت نکنید، سر ساعت تو کلاس باشید بچه ها. ساعت 11 میبینمتون. اوکی ایشالله تا کنکور همینجوری آروم آروم متن کتاب درسی رو بررسی میکنیم، سوالای کنکور رو بررسی میکنیم، ایشالله براتون مصر سمر واقع باش. ساعت 11 میبینم اتون بچه ها، فعلا خسته نباشید. ما مراقب خودتون باشید تا نیم ساعت ها بیدم. خدافظ.